برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ده ها تن از نونهالان کربلایی مقیم شهر مقدس قم با آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی در این شهر دیدار کردند. این نونهالان که اعضای جلسات نشر معارف اهل بیت علیهم السلام هستند، ضمن حضور در بیت معظم الله در شهر مقدس قم با ایشان دیدار کردند و از نصایح پدرانه معظم الله بهره مند شدند. شایان ذکر است در جلسات آموزشی مذکور به شرکت کنندگان گوشه ای از معارف اهل بیت علیهم السلام و احکام و اخلاق اسلامی آموزش داده می شود. شیخ عبدالرضا معاش از خطبای حسینی و دینی کشور عراق ضمن حضور در بیت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم با معظم الله دیدار و گفتگو کرد. وی در دیدار با آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی گزارشی از فعالیت‌های دینی و فرهنگی خود به محضر ایشان ارائه کرد و از توصیه‌های معظم الله بهره مند شد. یک منبع دولتی در استان نینوای عراق اظهار داشت به دلیل تنش‌های موجود در منطقه، خصوصاً تشدید تنش میان اسرائیل و ایران، بازگشت آوارگان الهور را به تعویق افتاده است. گفتنی است قرار بود 150 خانواده از سنی‌های تندروی داعش که در اردوگاه الهول سوریه به سر می‌برند این هفته به اردوگاه جدعه در موصل منتقل شوند. شایان ذکر است مقامات عالی امنیتی عراق تصمیم گرفتند که بازگرداندن آوارگان را تا اطلاع ثانوی به تعویق بیندازند. منابع محلی از وقوع درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در استان قندهار خبر دادند. به گفته منابع این درگیری از صبح روز یک شنبه 15 مهر در نقطه مرزی شهرستان شورابک میان دو طرف آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. گفتنی است که در این اواخر درگیری‌های مرزی میان طالبان و نیروهای پاکستان افزایش یافته است. هفته گذشته نیز طالبان و مرزبانان پاکستانی در استان کنر و ننگرهار با هم درگیر شده بودند.